بله، خواننده امشب متولد سنندج هستند. از 5 سالگی با نواختن ساز دف این هنر رو در خودشون کشف کردن و جالبه که بدونین خانوادگی هنرمند هستن، چون پدرشون صدای بسیار زیبایی داشته. با افتخار در خدمت آقای استاد عزم خام سعدالله نصیری هستم، از خواننده های کرد زبان درجه 1. سلام عرض میکنم استاد. سلام خدمت شما، خیلی ممنون. خوب هستین؟ سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. خوشحال هستیم که اینجا میبینیم اتون. منم همینطور، لطف داریم. سلامت باشین. اولین اجرا با صندلی های خالیه، درسته؟ والا خب طبیعیه دیگه تو این شرایط باید، ولی خب من بارها گفتم چه صندلی خالی باشه چه پر، من حس خودم همین چیزی که تو دلم هست اون اجرا میکنم. قطعاً این انرژی هم برمیگرده. قطعاً آره. چون مردم در طریق فضای مجازی به صورت آنلاین شما رو تماشا میکنن. فکر می‌کنی این اقدام شهرداری توی این روزها مفید هستش؟ خیلی به نظر من خب کار خوبی کردن، چون برای دوستان دیگه هم گفتم یه مدت اصلا دچار افسردگی شده بودیم تو خونه که خونه موندیم چیکار کنیم، هم برای خودمون هم برای کسایی که موسیقی ما رو دوست دارن. و خب این ایده خیلی خوبی هست و امیدوارم که این وضعیت تموم بشه، به هر حال این وضعیت مریضی تموم بشه و این ویروس نمونه و مردم دوباره بتونیم تو فضاهای باز همدیگر رو زیارت کنیم ان شاء الله. چه ترک هایی رو امشب میشنویم؟ ترک هایی که امشب آماده کردم خب بیشتر از کارهای قبلیم هست و قطعاتی هست که مردم باهاش نوستالژی دارن، مخصوصا مردم کردستان. و آخر کارم اگه حس بود یه قطعه جدید بر اساسی که اشعار مولانا با موسیقی کردی ساختم، اونم انشالله اجرا میکنی. ولی خب قطعاتی مثل سفر، مثل برابناز، مجنون، که آهنگ مجنونم خب در چندین فستیوال جهانی جایزه گرفتم، برای صلح جهانی خوندم اون آهنگو. غیر و قماز گفتین استاد؟ برابناز یعنی با کرشمه برگرد، با کرشمه، با ناز. من عذرخواهی میکنم چون من کرد نیستم. نه اختیار داریم، باش میکنم. فکر میکنم که امشب دوستانی که دارن تماشا میکنن خیلی لذت میبرن و ایشالله که فکر کنن اینجا هستن و این ارتباطه بتونه سمیتر، چون ما از شبکه تیوا نزدیک به 5 میلیون در شبهای گذشته بیننده داشتیم. شما خودتون دنبال کردین شبهای گذشته؟ آره، خیلی خوب بود، خیلی برنامه خوب و منظمی بود واقعا. اگر بخواین از این سالن به مردم عزیز یه ذره یه پیامایی بدین که بهداشت رو همچنان رعایت بکنن، هم به زبان فارسی هم به زبان زیبای کردی، برامون لطفا بفرمایید. چشم. البته مردم خودشون شکر خدا همه ملت ایران ملت باشعوری هستن و رعایت میکنن و امیدوارم تو خونه هاشون بمونن و کتاب بخونن، موسیقی گوش کنن و دواکر جمله حوالاتیانی خوشویسی کرد که به بشترین شیوا لمال بمینن و موسیقی گوی بگرن و کتاب بخوینن، همو تانم خوش شوی، هیوادارم همو تان سربرز بن. خیلی ممنون. اسم گروهتون هم اگه برامون بگین. جوانا، به اسم دخترم هست، گروه جوانا. به به، چقدر زیبا. آره. دوستان عزیزتون هم که امشب اینجا هن، استاد همه نکات بهداشتی و فاصله ها و اینا رعایت شده؟ کلش رعایت کردیم. آره. خب انشالله که برنامه خوبی داشته باشین. هیچ جایی نرین، خودتون و دلتون و حالتون رو بسپارید به جوانا.